ایو سلام میکنم من یه فریکشی ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حواسه یه ولاگ کردم چون میدونیم ولاگ عشقه، ولاگ بهترینه و من خیلی وقت ولاگ نگرفتم، مثلا خیلی وقت ویدیو یوتیوب فرداشتم. وقتشه تو این ولاگ من مثل کل مسیر زندگی همه ما انسان ها تنها، البته خب یه زنگ میزنم پنج تا میان، یکی کم چون البته دوستام ها، ولی دوست دارم تنها برم. میدونی آدم باید بتونه با تنهایی خودش کنار بیاد و خودش رو دوست داشته باشه. یه چیزی تو این مایه ها وقته حرکته. خب دوستان مطابق انتظار خوردیم به ترافیک، کاملا قابل پیش بینی بود از اینجایی که بد ترین ساعت ممکن برای خارج شدن از شهر رو پیدا کردم، ساعت 4. مشکل مشکل چیزی هستی الان میخواید در خارجی؟ فکر کنم آره. اگه گفتین کجا میخوایم بریم؟ نمیگمتون، باید بریم اونجا ببینیم. خب برابر ساعت نزدیک 5 حدودم و من الان در شهر باید بگم منطقه نمیدونم لواستونم، خلاصه طبیعت زیبایی رو اینجا مشاهده میکنم و خونه های چند هزار میلیاردی که احتمالا فقط همیشه از اینجا میتونم مشاهدهشون کنم، ولی من دلم چند هزار میلیارده و توشو هر روز میتونم مشاهده کنم. آره داریم نزدیک میشیم. خب گایز بالاخره بعد یک ساعت و حدودا 20 دقیقه ماشین سواری رسیدیم به لوکیشن. اونجایی نیست جز سد لاتیان، اینجایی که از محدود لوکیشن های اطراف تهرانی که من بلدم و بعضی وقتا دوست دارم بیام واسه خودم چیل کنم یکم، همچی میدونی جای خوبیه دوستش دارم. اما خب از اینجایی که ما الان قرار داریم راهی به نزدیکی های آب نیست، پس باید برم اونجا پیش اون ماشینا پارک کنم و از اونجا اینجوری برم پیش آب. Let's go. من ماشین رو در پشت این تپه پارک کردم و الان باید این مسیر کاملا اصلا what the fuck is happening here، اصلا چرا آخه باید اینجوری باشه، واده اصلا من نمیفهمم، یه این باید بریم جلو. اینجا انگار یه جورایی معدن گچه، شاید هم نخاله های ساختمونی گچیشون رو میان اینجا میریزن، ولی خوره گچه، چرا اینجوریه؟ من این مسیر رو از اونجا اومدم و رسیدم به اینجا، دولت درمانندیه که به آب میرسم، ولی الان یادم اومد که مسیر اصلی اونوره و برای رفتن از اونور باید کلی رو از این ور برم تا اونور بالا اینا، ولی اما اگه همین مسیر رو برم پایین میرسم با آب. پس فکر کنم یکم شیب تند رو تحمل کردن خیلی بهتره یه مسیر طولانی رو تحمل کردن باشه. ها منطقه نیست؟ شین لای 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 شین لای 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 بین 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 بین. من برای حفظ سلامت و جان خودم دوربین رو اینجا میذارم توی گوشم، یعنی توی جیبم. بالاخره رسیدم به نقطه مورد نظر، در پس سرم سد، وصله ندارم تا اون پایین برم چون آب خیلی تمیزی نداره که من زمان برم میگم وای آب سد خاطی سرتم وای چقدر عرفانی اینا، نه یا آب کثیفه و اینجا رو داشته باش نگزوم کنین، زباله های انسان متمدن بیخاصیت رو اینجا مشاهده میکنید. واقعا این قضیه ناراحت کننده است. من انسان متمدنم، من اشرف مخلوقاتم، من بهترینم، من هر جا میرسم باید گم بزنم توش، خاک تو سرت انسان متمدن. اینجا میخوام سکنا بگزینم چون این درخت مهربون تیتیش مامانی برای ما سایه افکنیده. الان متوجه شدم انقدر با عجله اومدم که سپایه با خودم نیاوردم و دوربینو نمیدونم رو چی بذارم، پس باید یه فکری براش بکنم. اصلا الان که بهش فکر میکنم تقریبا نمیدونم برای چی اومدم. با خودم قهوه آوردم، یه قهوه‌ای بزنیم اینجا، کتاب آوردم یکم کتاب بخونم. اوه یادم اومد برای چی اومدم، میخواستم در دامان طبیعت مدیتیشن کنم. تنین چیزی که برای سپایه پیدا کردم این سنگست که یه زاویه مناسب داره که دوربینو بذارم روش، در واقع موبایلو، یه همچین تصویر نازی بهمون میده که به هر حال میدونیم بدی نیست. حالا وقتشه که کمپ نقلی خودم رو راه بیاندازم. دارارارام در تفریح اولمون میخوایم کتاب بخونیم. الان نصفه دوم یه فصل از این کتابه که دارم میخونم و خوندم، کتاب فراتر از نظم، 12 قانون دیگر برای زندگی، چون یه کتاب دیگه داره که 12 قانون زندگیه، بعد این 12 قانون دیگه است.
از آقای جردن پیترسون، خیلی دوستش دارم. واقعا کتاب سنگینیه، خیلی کتاب سنگینیه، اصلا انقدر پیچیده حرف میزنه که واقعا از وقتا احساس احمق بودن میکنم، شاید هستم، ممکنه. کلن میگه که برای اینکه حس حالتون خوب باشه باید مسئولیت بپذیرین، یه هدف خوب برای خودتون داشته باشین، ترجیحاً یه هدفی که هم به خودتون حس خوبی بده هم به بقیه، یه هدفی باشه که ارزش معنوی بالایی داره و رسیدن بهش کم زمان بره و به طبع اون زحمتایی که باید برای رسیدن به این سفر انجام بدین هم به این هدف سنگینه، ولی باید انجام بدین، چون اینجوریه که میتونید حس و حال خوب عمیق رو تجربه کنید. فکر کنم داشت اینو میگفت. الان یکم توی کلم احساس بدی دارم، میدونی این کلم داغه، اذیتم، چون کتاب سنگین اذیت کننده ایه و من وقتی که یه چیزی رو نمیفهمم واقعا اذیت میشم، یعنی تقریبا فهمیدم نمیدونم، یکم هم گشنمه میدونی، خوراکی با خودم نیاوردم، چقدر من هوشمندانه اومدم، هیچی اصلا با خودم نیاوردم، حتی الان متوجه شدم اون چای و قهوهی که آوردم هم لیوان ندارم. به نظرتون با این احساس بدی که توی کلم دارم میتونم مدیتیشن کنم؟ نمیدونم. چرا اینجا قشنگه؟ من این تصویری که شما مشاهده میکنید یکم نور ضعیفه و شاید زیبایی هایی که من میبینم رو به خوبی نبینید، ولی باور کنید از دیدگاه من خیلی زیباه. خب دوستان، من حدودا 10 دقیقه تمرین تمرکز روی تنفس کردم، تلاش کردم ذهنم رو یکم آروم کنم از این حالت ADHD مریضی که توی یه ثانیه به 50 تا چیز فکر میکنی و به هیچ کدوم کامل فکر نمیکنی در بیام. نشد، خیلی اصلا موفقیت آمیز نبود، ولی حس بهتری دارم، یکم آرومترم، بس میکنم ارزشش رو داشت. ساکته، اینجا خیلی ساکته، یعنی واقعا این سر و صدای شهر اعصاب منو هم میریزه بعضی وقتا. در کنار کوه و دشت و سد و آب و کثیفی‌های انسان متمدن کوفتی و این چیزا خوب بود. مرسی که با من همراه بودین تا اینجا، ممنونم که حمایت میکنی، ممنونم که دکمه سابسکرایب رو میفشارید، ممنونم که بهم حس خوب میدید، دوستتون دارم خیلی زیاد، رو چشماتم خیلی میاد، ایدانه من زندنم خیلی زیاد، مراقب خودتون باشین، فریکی بمونید.